بسم الله الرحمن الرحیم. روز همگی دوستان به خیر باشه. من حامد اختیاری هستم و خیلی خیلی خوشحالم که امروز در اینجا در خدمت شما هستم. امیدوارم که جلسه خوبی رو با هم شروع کنیم. دوستانم که اینجا هستن همکاران ما هستن و ما قراره که با هم یه جلسه خودمونی با هم امروز داشته باشیم. تجاربی که ما داریم رو می‌خوایم ان شاءالله به اشتراک بذاریم و یکم با هم فکر بکنیم که چطور می‌تونیم این کار رو توسعه بدیم با تجاربی که دوستانی که تو این جمع هستن و بتونیم به پله‌های بعدی حرکت بکنیم. اما حقیقتا من وقتی فکر میکنم که در حوزه مغز اگر فکر کنیم کجاها در کشور استفاده حد اکثر از این دانش میتونن ببرن، حتما دبیرستانها و مدارس در سطح کشور یکی از اون نقاط کلیدی و اساسی هستن. به حقیقت چون میخواین خودم به عنوان دانش آموز که فارغ التحصیل سال 75 هستم، این سال 75 رفتم دانشکده پزشکی و از قبلش به عنوان یک دانش آموز درگیر این داستان بودم و تو همه این سالهای گذشته همیشه این فکر رو میکردم که چطور میتونیم از مغزمون حداکثر استفاده رو بکنیم، چون به نظر میاد ما در جایگاه دانش آموز یه استفاده بهینه باید از مغز و توانمندی‌های مغزیمون بکنیم و در کنار داستان در جایگاه معلم، چون سالها حدود 15 سال من افتخار معلمی داشتم تو مجموعه‌های مختلف، در جایگاه معلم همیشه فکر می‌کردیم که خب ما چطور این توانمندی‌ها رو و این ویژگی‌هایی که در مغز دانش آموزها وجود داره رو می‌تونیم سنجش بکنیم و تقویت کنیم. این همیشه یک آرزو برای من بود و از به عنوان آدمی که تمام این سال‌ها درگیر یاد گرفتن و شناختن بخشی از توانمندی‌های مغزی بوده، به عنوان یک همچین فردی هی در سالهای مختلف ایده های متفاوتی اومده که ما این رو هم میتونیم یاد بدیم، این بعد از توانمندی های مغزی هم قابل تقویت و بهبود هست و شاید ما بتونیم با این مداخله یه پله عملکردها رو بهتر بکنیم. شاید بگم اولین سابجکت یا اون مشارکت کننده یا شرکت کننده در مطالعات خودم بودم همیشه و همیشه فکر میکردم که خب ما چطور میتونیم توانمندی بهتری رو تنظیم هیجاناتمون داشته باشیم، استرسمون رو کنترل بکنیم، چطور میتونیم حافظه بهتر داشته باشیم، یادگیری بهتر داشته باشیم، چطور وقتی توی مقابله جمعی صحبت میکنیم و دستمون یخ میکنه این یخ کردن دست رو میتونیم مدیریت بکنیم و و چیزهای متفاوت دیگه‌ای که یه جورای همون روزمره باش درگیریم، ولی به نظر میاد در اونی که در فشار از استفاده از عملکرد مغزی به طور خاص دانش آموزان این ماجرا خیلی خیلی میتونه جدی‌تر باشه. خب بذاریم با این داستان شروع بکنم. دوستایی که تو این جمع هستن چند نفر تا حالا با این توپا بازی کردن؟ یعنی اومدن تا حالا جاگلینگ کردن، اومدن این توپا رو باهاش اینجا متاسفانه پذیراییمون اگه گفتم اگه یه میوه چیزی باشه می اومدم خودم اینجا براتون یه چیزی نشون میدادم که چطور میشه جاگلینگ انجام داد. چند تا از دوستان تا حالا تجربه کردن مثلا فرض کنیم با پرتغال مثلا اینو بچرخونن؟ آقای مهدیار خان، خب چند تا پرتغال میتونید بچرخونید؟ با ستا رو چند دور میچرخونید؟ دیگه هر چهار دور میچرخونید. یعنی مثلا 10 دور میتونید ستا رو بچرخونید؟ عالی. میگن کسای دیگه هم هستن تو جمع که تجربه کرده باشن؟ با ستا قشنگ ستا رو میتونید بچرخونید. الان میاریم تو چیزا. یعنی گفتم نیست چیزیا ولی بالاخره یه روشی برای وریفیکیشن هست که بالاخره چک کنیم. خب دو نفر تا حالا داوطلب داریم. این جمعی که در واقع داریم راجع بهش صحبت میکنیم، این ماجرای گردوندن توپ، اگر ما اون بقیه دوستانی که تا حالا این تجربه رو نکردن، خب فرض کنیم ما از امروز شروع کنیم، یعنی از امروز من از همه دوستانی که تو جمع هستن از اینا به شما بدم بگم شروع کنید تمرین کنید. خب هفته یه جلسه هم بیاین دور هم نیم ساعت با هم تمرین کنیم با یه مربی، خب و این کار رو شما برای 6 هفته انجام بدید. خب سوال اینه که اگه ما این آدم‌ها رو بفرستیم داخل دستگاه MRI، خب همین MRI که تو تهران داریم، از مغزشون عکس بگیریم بیان جاگلینگ پرکتیس بکنن و بعد دوباره از مغزشون عکس بگیریم، خب آیا مغز انقدر تغییر میکنه که ما این تغییر رو با استفاده از MRI بتونیم بیابیم و ببینیم این تغییر رو؟ خب شما در نظر بگیرید که MRI بالاخره همه تغییرات جزئی سلولی مولکولی رو نمیتونه نشون بده، یعنی شما میدونید که بالاخره یه تصویر دارید میبینید، خب یعنی انقدر تغییر باید جدی باشه که در ساختارهای مغز قابل مشاهده باشه. یک گروهی در دانشگاه آکسفورد این کار رو چند سال پیش انجام داده و منتشر کرده نتایجش رو. چیز بسیار جالبی گزارش کردن که بله اگر شما بیاین 6 هفته جاگلینگ پرکتیس بکنید تغییراتی در مغز اتفاق میفته که این تغییرات با استفاده از MRI قابل مشاهده است.
خب این جالب. تقریبا 4% این تغییرات در ماده خاکستریه و یه چیز حدود 6% در ماده سفید مغز. خب این شما این تصاویر وسط که دارین میبینید، اون تغییرات قرمز مال ماده خاکستری، تغییرات سفید مال ماده سفید مغز. خب و اینها قابل مشاهده است. اما کجای مغزه؟ چرا اونجاست تغییرات؟ خب تو اون تصویری که از مغز میبینید یه برشی از مغز این شکلی، خب و این شکلی فرض کنید که من الان اینجوری مغزم برش بزنم و به این سمت بخوابم، یعنی بالاش پیشونی منه و پشتش چیه؟ پس سر منه. خب اونجا که نوشته آی پی اس، اون تصویری که شما اون در واقع خط قرمزی که اونجا میبینید، اسم اونجا آی پی اس. آی پی اس به چه معنی مهم نیست برای ما. خب یه جاییه، یه شکنجه روی مغز. خب اطراف اون به نظر میاد این تغییرات اتفاق میفته. چرا اطراف اون اتفاق میفته؟ به خاطر اینکه اطلاعات بینایی شما از کجا وارد مغز میشه؟ اطلاعات بینایی شما از چشم، از چشم که واضحه. بعد از کجا، از چشم میره کجا؟ میره به کورتکس بینایی. کورتکس بینایی، قشر بینایی کجاست؟ پس سر. اطلاعات از سیستم بینایی وارد پس سر میشه و بعد اطلاعات به دو شاخه تقسیم میشه. یه شاخه میره به قسمت پایین مغز که اون مسیر بهش میگن وات پاثوی، یعنی مسیری که میگه تو میدان بینایی چیه. خب یه مسیر میره بالا که دقیقا میره اطراف اون آی پی اس، بهش میگن ور پاثوی، یعنی چی؟ این چیزی که تو میدان بینایی کجای میدان بینایی. خب از طرفی یک کم جلوتر از اونجا قشر حرکتی شماست، در واقع ناحیه‌ای داره تغییر شکل پیدا میکنه که حد فاصل قشر حرکتی و قسمت وات پاثویه. یعنی شما توپ رو میبینید در ور پاثوی، توپ رو میبینید در فضا و این سیستم حرکتی باید یه کوردینیشنی بکنه و این توپ رو در یک جای درست تو فضا بگیره. خب نکته جالب نیست که یه جایی از مغز تغییر کرده، اتفاقا جایی تغییر کرده که ما منتظر بودیم تغییر رو، یعنی به نظر میاد تغییر از اون که ما فکر میکنیم حتی چیه؟ هدفمندتره. یعنی میخوام بگم که پیام اصلی که وجود داره این که مغز تغییر میکنه با تمرین و این تغییر دقیقا در جایی میفته که قراره بیفته. یعنی همون جوری که من باور دارم که اگر رو عضلاتم کار کنم عضلاتم تغییر میکنه، یعنی من باور دارم که اگر مثلا 2 ماه دراز نشست برم، 2 ماه مثلا پرستینه برم، بعد 2 ماه عضلات من عضلات 2 ماه پیش، اینو باور داریم، همه باور نداریم، خودش باور داریم، یعنی باور داریم که اگه عضلات روش تمرین کنیم 2 ماه دیگه اون عضلات سابق نیست. خدایش این باور در مورد مغز داریم یا نداریم؟ داریم واقعا. یعنی واقعا این باور داریم که مغز من اگه من مثلا 2 هفته روش تمرین کنم 2 هفته دیگه چه متفاوتیه؟ یکم فکر کنیم خدایش این شده مثلا بگیم که مثلا این عملکرد مغزی من ضعیفه و بعد تقویتش بکنم، تمرینی بکنم که بهتر بشه. این باوره تو حالا تو این جمع جمع تخصصی ما هستیم ها، یعنی آدمای درگیر زبده این ماجرا هستیم، جامعه چطور فکر میکنه؟ آیا جامعه هم چی باوری داره که عملکردهایی در مغز وجود داره که این عملکردها در نواحی خاصی از مغز پردازش میشه و این عملکردها قابل تغییره؟ حالا چطور، به چه شکلی، راجعش صحبت بیشتر خواهیم کرد. خب سوال بعدی، اگر قطع کنیم جاگرین پرکتیس رو برای 1 ماه، خب قطع کنیم، دوباره از مغز عکس بگیریم، آیا این تغییرات از بین میره یا نمیره؟ چقدرش از بین میره، چقدرش میمونه؟ اگه تو نمودار نگاه کنید، چی تو نمودار داری میبینید؟ منطقه قرمز، بیشتر قرمز کدوم بود؟ ماده خاکستریه بود. خب ماده سفیدی یکم تغییرش کمتر شده، ولی ماده خاکستری انگار حتی بیشتر شده. یک ماجرای مهم در پدیده یادگیری تثبیته، کانسالیدیشنه. اتفاقا برخلاف اون چیزی که بعضی آدما فکر میکنن، وقتی به یادگیری فرصتی میدیم بعضی وقتا بهتر، اونهایی که تجربه یاد گرفتن رانندگی دارن میدونن بعضی وقتا که تمرین رانندگی میکنید، اونایی که حالا اکثر دوستان سالها پیش این کارو کردن، ولی یه مدتی که مثلا یه چند روز تمرین نمیکنید برمیگردین، انگار یه جورایی بهتر از اون چیزیه که جلس. یعنی بعضی وقتا وقتی فرصت میدین مغز دوباره چیکار میکنه؟ حتی اون تغییر رو. لزوماً بعضی وقتها هیچ کاری نکردن به معنای واقعا هیچ اتفاقی در مغز نیافتادن نیست. بعضی وقتها اتفاقا
در جنبه‌های مختلف پردازش‌های شناختی. یه وقتی که هیچ کاری نمی‌کنیم اتفاقاً یه کار خوبی اتفاق می‌افته. این داستانی نیست که هی کار کنیم. می‌دونید؟ و مغز اتفاقاً ماجراش همش کار کردن، پشت سر هم تمرین کردن نیست. راجع به این بیشتر با هم. اینا همش درس‌هایی که این ماجرا داره. یعنی اتفاقاً تغییر می‌تونه در مغز چی بشه؟ یه جورای پایدار بشه و تثبیت بشه. اما داستان اینه که آیا ما نیاز داریم تو مدارس از این بعد هر روز صبح بچه‌ها چیکار کنن؟ بسم الله همه یه ربع چیه ابتدای صبح جاگلینگ بکنن، همه به همه توپ بدیم سر کلاس، معلم فیزیک هم بیاد و خلاصه جاگلینگ. بستگی داره. آیا این دانش آموز ما به این حد از هند آی کوردینیشن نیاز داره یا نداره؟ ما آیا لازم داریم این عمل کرده رو؟ خب یه کاری داره میکنه، یک ور یعنی به این عضله اصلا ما نیاز داریم یا نداریم؟ یه سوال، یعنی ما آیا میدونیم میتونیم کار بکنیم، ولی آیا هر نوع تمرین و هر چیزی هم لازم هست یا؟ یعنی ماجرا این نیست که هر تمرینی لزوماً به درد ما هم میخوره. ما فکر میکنیم اگزرسایزینگ افیشنته، بله اگه تمرین مغزی کنیم عملکرد بهتر میشه. خب یعنی این شکلی مثلا مغز اونجوری کوچولوه بعد تمرین کنیم بهتر میشه. اگه این داستان به این سادگی بود خیلی خیلی خوب بود. خب دو تا خاطرم فکر کنم مثلا 2 سال تو دانشگاه درس میدن که این به این سادگی ها نیست. واقعا ماجرا این نیست که ما خب بگیم امروز از فردا صبح مثلا بسم الله شروع کنیم تمرین کنیم مغز چاق و چاق و مثلا از گوشه و از وقت بزنه بیرون مغزه. خب واقعا داستان به این سادگی نیست. چطور، چه شکلی، به چه مدلی، با چه تمرینی، برای کی، در چه شرایطی خسته بشه فرد خسته نشه، یعنی یک دنیا از ظرافت اینجا وجود داره. ولی به نظر میاد این ایده کلی ایده جالبه. ما اینو باور کنیم که واقعا تغییر امکان پذیره. حالا چطور این کار انجام بدیم؟ بعد پله پله با هم جلو بریم. اما وقتی من راجع به تغییر صحبت میکنم به دوستان میگم همیشه به مربیان و اینها هم میگم بهترین مدل برای تغییر کردن دانش آموزهای شما نیستن، خودتونید. اگه شما تغییر کنید دانشجواتونم و دانش آموزاتونم، اگه شما کاری بکنید بچه‌هاتونم انجام میدن. به جای اینکه دیگران رو اجبار کنید ببینید آیا در خودتون این کارو میتونید بکنید یا نه، به جای اینکه به دیگران بگید که نمیدونم این کارو انجام بده، این رفتار رو کنترل کن، خب آیا خودتونم میتونید بکنید یا نه. من سالها به افرادی که درگیر اعتیاد بودن میگفتم که بله تو کنترل کن رفتارتو، چیز کن، میگم خودتو جمع کن، ها این مواد برای تو ضرر داره. خب یه روزی که شون رسما برگشت تو صورت من گفت شما که اینقدر میگید فلانه، آیا ولع خوردن خودتون میتونید کنترل کنید؟ خب و من از اینی که الان هستم 21-22 کیلو سنگین‌تر بودم. نه فقط اون تغییره که برای من مثلا یه ماجرا، یه داستان خیلی جذاب تو همین سالها بوده، فراتر از اون اخیراً یه مسابقه 2 ماراتون دویدم. خب و راجبش ماجرای نوشتم، باید اون دوستانی که علاقه بودن خوندن که چی شد که من تونستم 2 ماراتون بدوم. خب در شرایطی که یادمه تو دبیرستان همیشه عزا این وقت این 2530 متر میگرفتم برای ورزش، برای نمره ورزش، واقعا یک یعنی من از چند روز قبل تمام سعی می‌کردم این دانش زیست شناسیمو به خرج بدم، شبش چی بخورم، قبلش نفس می‌زدم مثلا اکسیژن جذب بکنم، بازم واقعا آخرام 530 متر چی می‌شدم، یعنی واقعا دیگه دنیا تیروتار میشد برای من. و ما هم جز اون دانش آموزای بودیم که فکر میکردیم که مثلا افتخار اینه که بریم مثلا زنگ ورزش چیکار کنیم، تست فیزیک بزنیم، بعد مثلا کلکل داشیم تست فیزیک حفظی با هم مثلا با بچه‌ها دور هم جمع بشیم مثلا تست کی بیشتر تست فیزیک حفظی مثلا تو زنگ ورزش میتونه بزنه. خب و یه همچین فضایی، یه همچین فرهنگی. خب و اینکه از اون نقطه چطور آدم میتونه به نقطه برسه که 2 ماراتون بدوه، این تغییر چطور اتفاق میفته؟ خب و سوال واقعا چطور ما از یک نقطه‌ای به نقطه این شکلی میتونیم حرکت بکنیم؟ خب و این اون ماجرایی که به نظر من تماما در داخل مغز اتفاق میفته. یعنی شما وقتی که شروع میکنید به دویدن و در طول زمان اینو میبینید، دقیقاً ماجرایی که دونه دونه پله‌هایی که در داخل مغز داره اتفاق میفته که فرد چیزی که وجود نداره در درون خودش چیکار میکنه، ایجاد میکنه. و اون برای قضیه مرتبا هر جای دنیا که میرم، هر جا که هستم سوا میدوام. خب و تلاش میکنم، خیلی دوست دارم که مثلا یه چیز حدود مثلا سالی 2000 کیلومتر بدوم. خب و یه چیزی میشه تقریبا مثلا روزی 5 کیلومتر و بعد مثلا انتهای هفته ها یکم بیشتر 10-15 کیلومتر. خب و
اگه تو این در واقع تصویر به شما نشون بدم، مثلا فرض کنید که سمت چپی ونکوور، وسطی نیویورک، بعدی مشهد، اون یکی دیگه تولساس. میخوام بگم داستان یه روز دو روز تغییر یه ماجراییه که شما نیاز دارین روز به روز روش سرمایه گذاری کنین، روز به روز روش هزینه بکنید. ماجرایی نیست که متوقف بشه و توقف امکان پذیر نیست. اما ماجرای تغییر و مغز ماجرای همه ماست. همه ما دوست داریم یه وقتایی که عصبانی میشیم میتونیم عصبانیتمون رو کنترل کنیم و همون تجربه میکنیم که وقتای ناتوانیم از این مدیریت. این که من بتونم خشمم رو کنترل کنم، خیلی وقتا ما تجربه کردیم دانش آموزی هستن که خیلی برجستن. من خیلی از اینا تو دانشگاه بهش تهران زیاد دیدم. رتبه های یه رقمی کنکور بودن، رتبه های دو رقمی خوب کنکور بودن، ولی به هیچ وجه موفق نشدن بعد از در این مراحل. و مهمترین مشکلشون تنظیم هیجاناتشون بود. یعنی بچه‌ای بودن که یه شکست عشقی می‌خوردن، می‌رفتن ته دره، دو هفته اون ته دره بودن، بعد یکم یواشاش می‌اومدن بالا، باز دو ضربه بعدی، باز ته دره، باز یه ماه دیگه ته دره. یعنی واقعا بچه‌هایی که برجسته بودن در دوران دبیرستان، ولی وقتی که وارد سیستم آموزشی شدن در نهایت آنچنان موفق نبودن. و بعضی وقتا ماجرا توجه و تمرکز و حافظه نبود، ماجرا تنظیم هیجانات بود، یا ماجرای خوردن، یا یه وقتایی رفتارهای دیگه‌ای مثل مصرف مواد یا سیگار کشیدن یا چیز دیگه‌ای که مشکل ساز میشه، یا الان برای ماها بعضی وقتا واقعا موبایلی داری، یعنی اینکه یه روز با موبایل پیشمون نباشه احساس می‌کنیم چیه؟ یعنی از خواب بلند میشیم اولین کاری که می‌کنیم چیه؟ موبایل رو چک می‌کنیم کجا منفجر شده. ولی اتفاقا نمی‌افته، ما هیچ جایگاه مهمی هم تو دنیا نداریم که جای منفجر بشه، مثلا همه وابسته ما باشن، ولی همون لچ‌ها باز نکردیم تلگرام رو نگاه می‌کنیم که اتفاقی افتاده یا نیفتاد. تجربه بشر در سالها نشون داده که این ماجرای مدیریت احساسات و عواطف خیلی مهمه. میگه یه ضرب مثل هندو هست، میگه عواطف خود و احساسات خود رو فتح کن، آنگاه دنیا را فتح خواهی کرد. یا اون ور قضیه میگه که اگر خودت رو بتونی فتح بکنی، فتح خودت از فتح هزار جنگ چه بهتره و ارزشمندتره. خب و این سوالیه که آیا چطور این اتفاق میفته، چطور آگاهی از مغز به من کمک میکنه که من مدیریت بهتری روی مغزم داشته باشم. و حقیقت اینه که این باور ما در مورد چیزای دیگه داریم. مثلا ما میدونیم اگه من بخوام حد اکثر استفاده از ماشینم بکنم، یا اونی که میخواد ریس با ماشینش بره باید بدونه تو موتور ماشین چه اتفاقی میفته. غیر از اینه، یعنی اونی که کار نیت بدونه دنده یعنی چی، نمیدونم اینا، یعنی تا یک درک درستی از موتور ماشین فرد نداشته باشه، ریس با موتور با ماشین نمیتونه بره. خب و حقیقت اینه که مغز انسان برترین هدیه‌ای که انسان‌ها میگیرن، ولی بدون دفترچه راهنما. و اینجاست که اون مفهوم سلف کنترل شکل میگیره. یعنی من میخوام از اینجا ماجرای باشگاه مغز رو شروع کنم. میخوام بگم ماجرای باشگاه مغز یک سطح عالیش اینه که من یک آگاهی و یک کنترلی رو عملکردهای مغز، یعنی در شرایط ایدئال من میخوام به این نقطه برسم که بدانم چه اتفاقاتی داره میفته و در جاهایی اگر بتوانم در اون اتفاقات مداخله‌ای انجام بدم. چیزایی مثل تنظیم هیجانات، کنترل تکانه ها، اینی که بهش میگیم پرهیز، یه دوره، مثلا همین روزه گرفتنی که ما الان راجبش صحبت میکنیم در روزهای آینده، پشتکار، این که من میگم آدم ها پشتکار دارن. یه بچه‌ای هست که خیلی پشتکار داره، واقعا پشتکار کجاست، چه اتفاقی در مورد پشتکار میفته. این که یه آدمی هست که خشمشو خوب مدیریت میکنه، از خشمشو خوب مدیریت نمیکنه. آدمی هست که وقتی میخواد چیزی یاد بگیره یاد میگیره، یعنی آدمیه که وقتی بخواد یه چیزی رو حفظ کنه قشنگ انگار میدونه که میتونه چه کار در مورد یادگیریش انجام بده، چطور میتونه استرسشو مدیریت بکنه و استرسشو یه جاهایی به نقطه‌ای برسونه که دوامش کمک کنه، یه جاهایی هم مدیریتش بکنه. ولی واقعا حد نفس یا صبر یا پشتکار ما به ازای عمل کرده مغزیش کجاست؟ آیا ما میتونیم یه جوری پیدا کنیم که اینجا کجا ما به ازای عمل کردهای اصطلاحاً عصبی شناختی براش وجود داره؟ پردازش هایی که ما پایه های عصبی شناختیشو میدونیم، یه لیستی وجود داره. به نظر میاد چیزهایی مثل attention control، یعنی اینها پایه های اون رفتارهایی هستند که در ظاهر ما میبینیم و راجبش در واقع عنوان میذاریم. مدیریت حافظه، ارزیابی، باریکلا دیگه، واژه بهترش به نظرم تعبیره. یعنی چی تعبیر؟ یعنی یه اتفاقی برای من میفته، من یه جوری میبینمش، یکی دیگه یه جور دیگه میبینه. خب
اینی که من اتفاقات بیرونی رو چطور تعبیر میکنم. خب و به نظر میاد یکی از فانکشن‌های خیلی خیلی مهم مغزیه. خب که من چطور اتفاقات تعبیر میکنم یا اصلا مغز من چطور در قدم اول سریع اتفاقات رو تعبیر میکنه و بعضی وقتا کنتر میاد دوباره باز تعبیر میکنه، میگیم چیکار میکنه؟ ری اپریزال میکنه. خب یه بار دیگه بازبینی میکنه، باز تعبیر میکنه، میگه واقعا آیا ارزشو داره یا نه. و میبینید که وقتای این اپریزال و ری اپریزال اصلا پاسخهای عاطفی هیجانی کاملا عوض میکنه. و اتفاقا جالب، اپریزال جز اون عملکردهای مغزیه که قابل ترینینگ خیلی و قابل اصلاحه، نه به سادگی ولی امکان پذیره. یه پدیده هست به اسم اینتروسپشن. اینتروسپشن، اینتروسپشن یعنی چی؟ پرسپشن یعنی چی؟ دوستان پرسپشن چه یعنی چی؟ پرسپشن درک، درست، ادراک. پرسپشن یعنی درک بیرون. ما مثلا به درک میگیم پرسپشن، درک، ادراک میگیم چی؟ پرسپشن. خب اینتروسپشن یعنی من درک چیلی میگن فلانی اینتریور دیزاین کار میکنه. اینتریور یعنی چی؟ داخلی. درک یعنی من الان این اتفاق، این حالتی که دارم این چیه. و جالبه که اینتروسپشن از اون چاقوهای دودمه اتفاقا، یعنی یه وقتایی بودنش خیلی خوبه، به من کمک میکنه که من احساساتم رو چیکار کنم؟ درک کنم. یه وقتایی وقتی زیادی میشه، استراب و استرنی زیادی میفهمم چه اتفاقی داره میفته، اون فهم زیادم ممکنه خیلی کارآمد نباشه. چطور اینها رو مدیریت بکنیم بازی ماجرای مهمیه. عملکردهای اجرایی مغز، اینکه من یکو پشت سر دو بزنم، اول فلانی زنگ بزنم، بعد این کارو بکنم، بعد اون کارو بکنم که اتفاق بیفته، یعنی یه جوری اون مدیریت اجرایی که من میتونم بکنم. یکی از عملکردهای دیگه‌ای که واسه این داستان خیلی مهمه به نظر میاد ایمیجری کنترل. یعنی چی؟ یعنی من میتونم یک تصویر تو ذهنم بسازم، جابجاش بکنم، تحلیلش بکنم، یه سناریو تو ذهنم میتونم بسازم و سناریو رو ببینم و تغییرشو در طول زمان تحلیل بکنم. یعنی وقتی که با یک مشکلی مواجهم، بیام گزینه‌ها رو چیکار کنم؟ اصلا فیلم براشون درست کنم تو ذهنم، بگم اگه همچین اتفاقی بیفته اینجوری میشه، بعد اتفاق میفته بعد این شکلی میشه، اما اگه اون کار بکنم اینجوری میشه این اتفاق. یعنی میتونم تصور کنم. و اون سمت قضیه موتور هم همیشه جنبه‌های اجرایی، این که من میتونم رفتارها رو اونجوری که میخوام کنترل کنم. سر جلسه که مثلا نشستم یه مصاحبه من دارم میکنم، پام مثلا به زمین نکوبم، مثلا رفت، یعنی یه رفتارهایی رو آیا میتونم کنترل بکنم یا نه. و به نظر میاد یه جورایی آگاهی ما در مورد این پایه‌های سازنده خودکنترلی خیلی محدوده. این اجزای این ماشینی که سوارش هستیم رو خیلی خوب نمیشناسیم، نمیدونیم آقا کلاچ چیه، دلکو چیه، کاربراتور چیکار میکنه، این صدایی که میاد، این صدای مضطربی که از قلب من میآید چه اتفاقی اونجا افتاده که من اینجوریم امروز. میگم حالت چطوره؟ میگه خوبم. میگم خب خوبم یعنی چی؟ حالا نابود شده طرفا، یعنی یه اتفاق افتاده با خاک یکسانه. خب میگم حالا بیا خوبم. میگم نه، میگم مثلا حالم خوب نیست، مثلا گرفتم، مثلا خب گرفتم یعنی چی؟ یعنی نمیدونه، میدونه آقا موتور داره دود میکنه، از اگزوز داره چیکار میکنه، دود آبی میاد، ماشینم راه نمیره، ولی واقعا چه اتفاقی افتاده نمیدونه. خب حاضرم نیست میشه کسی برای که میدونه. ما تلاش کردیم تو این سالهای اخیر یک کم به این مطالب بپردازیم، به این آگاهی، به این دانستن در مورد عملکرد مغزی بپردازیم. خب شروع کار کتاب‌های باشگاه مغز 5 سال تقریبا شده الان. خب از اولینش که منتشر شده تقریبا 5 سال گذشته. به گونه‌ای هم طراحی شده که مستقل از همدیگه طراحی، یعنی اینجوری نیست که فرد جلد 1 بره، جلد 2 بره، جلد 3 بره، جلد 4، نه، یه سری آدم‌ها اصلا جلد 4 شروع می‌کنن، یه دست 3 شروع می‌کنن، یه دست 2، یعنی اتصال ترتیبی از نظر محتوایی به هم مستقل از هم دیگه دیده شده و طراحی شده. یکی دو تا مثال کوچیک از پدیده‌هایی که تو این کتاب‌ها ما راجع به صحبت کردیم، یکی دو مثال می‌زنم و یکم با هم پدیده رو باز می‌کنیم و جلو می‌ریم با هم دیگه. به طور خاص یکی از اون عملکردهایی که من خیلی دوستش دارم توجهه.
چرا توجه انقدر دوست دارم؟ توجه یه جورایی یه تمثیل خوبش مثل یک لکه نوره، اسپاتلایت بهش میگن، یعنی یک نوریه که من توی صحنه ای میندازم. ورودی های اطلاعاتی که به مغز من وجود داره، میتونید فرض کنید که 10,000 سیم داره اطلاعات وارد از محیط داره داده میگیره، از پای من، از سیستم شنوایی من، از دمای محیط، از همه داره چکار میکنه؟ اطلاعات داره وارد سیستم میشه. از این 10,000 سیمی که وارد سیستم میشه، این سیستم انگار به اندازه اطلاعات 100 تا سیم رو میتونه پردازش بکنه. همه این سیم‌ها قابل پردازش نیست. من باید یه قسمتی از این ماجرا رو ببینم، خب؟ یا یک کم از همش رو ببینم، یعنی پخشش کنم، یه نور کمی به همه چی بیفته، ولی هیچی دقیق دیده؟ ولی اگه چی بخوام دقیق ببینم، باید نوره رو چکار کنم؟ متمرکز کنم یه جا رو ببینم، اگه بخوام خوب ببینم، خب؟ این که من بتونم نور رو یه جا متمرکز کنم بهش میگن فوکس اتنشن. یعنی من بتونم نور رو بیارم در یک نقطه چکار کنم؟ متمرکز کنم. اگه بتونم توی نقطه متمرکزش کردم همونجا هم نگرش دارم، این میشه ساستین اتنشن. یعنی که من توجه نقطه متمرکز کردم، حالا اینجا پایدار مونده. چون خیلی وقتا ما متمرکز میشه ولی بعد این بالا، بعد این زمین، بعد تمام مدت این داره چیکار میشه؟ یعنی واقعا هیچ ثباتی نداره. تمرین ها رو باز کنین جلوتون، از یه دونه تمرین با هم شروع کنیم. اولین تمرین، خب من میام سراغ دوستان و میبینم که چیکار کردن. چند تا شکل پنهان هست، تلاش کنید که این شکل های پنهان رو پیدا کنید و مارک کنید. ممکن سایش عوض بشه، بله. نه الان نه. تمرکز. همه متمرکز بشن. یه نکته مهمی که وجود داره اینجا، شما احساس میکنید یه عضله مغزی رو دارید باهاش چیکار میکنید؟ درد عضله رو احساس میکنید؟ آره، یعنی محسوس درد عضله، یعنی شما انگار دارید مثلا درازنشست دارید میرید یا مثلا پرستینه دارید میرین و این عضله رو قشنگ چیکار میکنید؟ حس میکنید. این عضله که الان انگشت ما روشه و داره درد میگیره چیه؟ ساستین اتنشن. یعنی شما باید اتنشنتون، توجهتون رو چیکار کنید؟ پایدار یک نقطه نگه دارید. خب اگه دردش رو احساس میکنید، درد چیه؟ درد اون عضله است. خب بعضی دارن دو نفری با هم انجام میدن. اساساً مهم نیست که شما همه اونها رو پیدا کنید. نکته مهم اینه که نه، یک کسی من میگه آقا چند تا مثلا درازنشست برم، چند تا مثلا پرستینه برم خوبه. خب میگم مهم اینه که احساس کنی این درده چیه، یعنی شروع کنی عضله رو احساس بکنی، یعنی شروع کنی ببینی عضله ای وجود دارد. خب آیا یکم درد ایجاد میکنه؟ بله. اما این نکته مهم وجود داره، تعبیر من از اون درد چیه؟ تعبیر من از اون درد چیه؟ کلیدیه، بسیار کلیدیه که جوان ما، نوجوان ما درد رو چی تعبیر میکنه. درده یه چیزی که اونایی که از باشگاه مغز استفاده میکنن، گزارش من شنیدم، آقای مهیار خانم اینجا با هم صحبت میکردیم قبل از جلسه که زودتر اومده بودن، میگفتن این که یک کم بخود اگه افراد خودشون تنهایی انجام بدن، گزارش میکنن که یکم شدم خسته شدم. خب به خاطر اینکه مثل ورزشه. خب اما سوال اینه که بازی تجربه خیلی جالبی که من تو دویدن کردم اینه که شما روزهای مختلف مقدار مختلفی میدوید. خب اون روزایی که وقتی میدوید مثلا فرض کنید به طور عادی همیشه 5 کیلومتر میدویدید، حالا امروز مثلا 10 کیلومتر میدویدید، اولین بار دومتون 10 کیلومتر دویدید، خب و این 10 کیلومتر تهش احساس می‌کنید که خدا وکیل یه متر دیگه هم
نمیتونم برم. یعنی واقعا دیگه بعد از این 10 کیلومتر احساس می‌کنم یه قدم از قدم بر نمیدارم. خب هفته بعد، سه روز بعد که برمیگردید می‌بینید اون 10 کیلومتر شده 12 کیلومتر. یعنی یه بار که درد تحمل می‌کنید و هر وقت که من میدوم و بعدش درد دارم تو بدنم، انقدر خوشحالم بعدش بخاطر اینکه میدونم الان چیکار کردم، یه پله دیگه اون سقف رو زدم. یعنی واقعا پینه با یک احساس خوشایند همراهه، بخاطر اینکه میدونم من دیگه آدم سابق نیستم. من یه بار یه عمل جراحی کردم، یه پله این سقف رو چیکار کردم، دادم بالا. سوال اینه که چقدر جوون ما اینی که میگن نو پین نو گین، درد نکشی چیزی حاصل نمیشه. اینی که واقعا باور داشته باشیم ما هممون که اگر یه پله میخوایم بریم جلوتر بدون تحمل درد امکان پذیر نیست. ما هر قدمی که میخوایم بریم جلوتر یه دردی رو تحمل میکنیم و آدمهای موفق ترن که حاضرن دردهای بیشتری رو تحمل بکنن. اونی که شما در اوج و بسیار فرد موفقیه بسیار درد تحمل کرد، اصلا امکان پذیر نیست. اونی که قهرمان ورزشی به شدت درد تحمل میکنن، یعنی واقعا بدون اون درده اون رشد اتفاق درسته یه زمانی زیادیه، ولی که من بدونم کجا هم، یعنی تا کجا فشاره رو میارم ولی پاره هم نمیشه. یعنی من میدونم تا این نقطه فشاره رو میارم ولی اونقدر فشار نمیارم که این عضله پاره بشه. خب این تعادل همیشه یه نکته کلیدیه. من چطور اینو تنظیم میکنم که هم درده بیاد، هم یکم خسته بشم، هم یکم بعضی از عزیزان کنم واو جلسه سنگینی بود. خب در این حال قضیه این باعث اجتناب من نشه. خب یعنی این باعث نشه که من اجتناب بکنم از این داستان. مثلا من امروز صبح که بچه‌ها رفتم دویدم، خب من خیلی راحت مقدار زیاد میدوم، ولی امروز صبح بچه‌ها که اومدن با بچه‌ها فقط تو پارک راه رفتیم. خود من 6 ماه اول فقط توی پارک راه میرفتم، من توان دویدن نداشتم. میتونستم بدوم ولی نکردم. میدونستم انقدر مثلا من همین 3 کیلومتر در روز راه میرم تو پارک همین خوبه. خب و سعی میکردم به شدتش لذت ببرم، یعنی از تمام وجودم لذت ببرم برای اون. و اگه شما از چیزی لذت بردید، اگه دانش آموز شما از چیزی لذت برد، اونو چیکار میکنه؟ تکرار میکنه. و میگن واقعا وقتی عشق حاصل شد دیگه از درون فرد میجوشه. یعنی میگن آب کمجور تشنگی آور به دست، وقتی اون تشنگی میاد یعنی اون وابستگی اتفاق میفته دیگه، این از درون میتراوشه و این فرایند ادامه پیدا میکنه. پس خیلی مهمه تو اینجور تمرین ها دقت بکنیم که چطور پیچو تنظیم میکنیم، چطور جلسه رو جوری میذاریم که هم آدم ها با هم رقابت کنن، هم یکی آسیب نخوره سر جلسه. چون تمرین ما خیلی گروهی انجام میدیم. خب بعد یه فیست دانش آموز هستن که مثلا میبینی سری 70 رو پیدا کرد، یکی از دومیه. خب دو بار سه بار که اینو انجام میدی طرف چی میشه؟ میبرخه اصطلاحا. یعنی میبره نیست، یه چیزی فراتر از میبره است. و اینی که همزمان هم به افراد باید بگیم نگاه کنید، همونجوری که من شکل ظاهریم منحصر به خودمه، قدم بلندتره، کوتاه‌تره، ما هم متفاوتیم، عملکرد مغزیمون هم همینجور متفاوته و جذابیت ما در تنوعمونه. خب و اتفاقا ماجرا اینه که ما باید چیکار کنیم؟ بپذیریم که ممکنه یکی تو توجه خوب نباشه، تو حافظه بهتر باشه. پذیرفتن تنوع آدم‌ها بسیار مهمه و این انتقالش به دانش آموزا هم بسیار اهمیت داره که بچه‌ها خودشون رو بشناسن، ببینن با هم دیگه فرق میکنه. یکی از چالش‌های اصلی حوزه توانمندسازی شناختی پدیده‌ای بهش میگن پدیده فتومال فارسیش دارم میگردم انتقال. خب انتقال دور، بله. یعنی اینکه به حوزه‌های دیگر آیا انتقال پیدا میکنی؟ این مثال تو فضای ورزشی به شما بزنم. خب شما میگید که خب من هر روز باشگاه میرم، خب ولی تو زندگی عادی روزمره‌ام انگار یه عضله قوی شده، خب ولی تو زندگی روزمره که میخوام استفاده کنم خیلی فرقی، اونی که باشگاه نمیره همون کار میکنه، من همون کار میکنم. این یکی از چالش هایی که بخوام تو رضاپور ما کل بارها راجبش فکر کردیم و بحث کردیم. راه حل هایی داره. یکی از بهترین راه حل ها برای انتقال به دور
به حوزه های دیگه شناختی اینه که من بدانم که این تمرین چه عملکردی رو داره درگیر میکنه و بدانم که این عملکرد در کدوم ابعاد دیگه زندگی دخالت داره و بعد از تمرینه شروع کنم این تمرین حتی بیارم به زندگی روزمره، یعنی بیارم حالا مثلا این کارو میکردیم، حالا برو مثلا تو کتاب درسیت مثلا این کارو بکن، خب مثلا برو چیزای تو کتاب درسیت اینجوری پیدا بکن، حالا برو در مثلا کلاس درس، حالا برو در خیابون این کارو بکن، یعنی شروع بکنی تمرینه منتقل بشه به زندگی روزمره افراد. اگه شما کتابای باشگاه مغز دیده باشید ما کلی راجع به اینا صحبت کردیم که چطور این یک این تمرینه چیه، کدوم عملکردها این عملکرد در زندگی عادی به خصوص در باشگاه مغز 4 اگه نگاه کنید این خیلی ما یه سری برین باکس داریم مثلا به طور خاص برای همین داستان. خب ما بهش میگیم متاکاگنیشن، یعنی کاگنیشن اوور کاگنیشن، یعنی شناخت بر روی شناخت، فراشناخت بهش میگیم. میگیم یک بعد مهم ماجرا چیه؟ فراشناخت. انتقال این ورزشه به زندگی روزمره یه پیچیدگی های همیشه داره، یعنی ماجرا به این سادگی هم همیشه نیست. من چطور ورزش بکنم که این بک پینم، درد کمرم، میخوام یه تغییر در زندگی، این نیست که من هر روز برم باشگاه حتما لو بک پینم مثلا از بین بره، ماجرا این نیست. باید بدونم چه تمرین میکنم، کدوم عضلات درگیر میکنم، چطور این کار رو انجام میدم، در چه طول زمانی، یعنی داستانی که هم داستان حتما پیچیدگی هایی داره. خب ولی میخوام بگم خیلی از ماها هنوز در این مرحله ایم که آیا اصلا باشگاه بریم یا صبح بیام دو قدم راه بریم یا نریم. بعضی دوستان میگن آره مثلا من عضله پشت بازو وقتی مثلا چیز میشه اینو چیکار کنم، دو تیکه بشه وقتی اینجور نشون میدم مثلا عضله چیه؟ آره اون عضله چیه مهم، اون کارا میشه کرد. خب ولی هنوز ماجرای اون عضله دو تکه کردن عضله سه سر پشت زانو پشت بازو نیست، یعنی ما صرفا الان داریم میگیم خب بیایم با هم یکم راه بریم، خب باور کنیم که میشه راه رفت، باور کنیم که اگر راه بریم احتمال سکته قلبیتون کم میشه، باور کنیم که اگر وزن کم کنیم خدا وکیلی احتمال سکته قلبی و مغزمون نصف میشه، باور کنیم که اگر علاوه بر این که 10% وزنمون رو کم بکنیم روزی 30 دقیقه هم راه بریم احتمال سکته قلبی و مغزی در ما 1/4 میشه. و مهمترین علت مرگ و میر در ایران الان چیه؟ و برید این بیمارستان دی و بهمن و فلان اینا رو برید ببینید آدمای چند ساله تو سی سی یو اونجا هستن. خب یعنی اصلا یعنی همه تو خیلی سنای ما هستن، یعنی فکر نکنم مثلا من برم، یعنی قشنگ تو همین سنای ما ها اونجا درگیرن. پس پدیده انتقال به نظر پدیده مهمی. من یه دونه تمرین دیگه میخوام حل بکنیم با هم، یه تجربه بکنیم. خب بریم صفحه بعد، تمرین شماره 3. خب تمرین شماره 3 ما میخوایم با هم دیگه، در تمرین شماره 3 ما میخوایم با هم دیگه رنگ اون چیزهایی که نوشته شده رو بخونیم. یعنی اولی نوشته زرد ولی رنگش چیه؟ پس ما اولی ما بگیم چی؟ آبی. خب میخوایم همه با هم بخونیم با یک پیسی، خب با هم با یک سرعت مناسبی هم با هم بخونیم و با هم جلو بریم. خب خانم توسی هم اینجا بلندگوشون روشن میکنن، خب بلندتر میخوان که ما با ایشون اون ته قایق هست طبل میزنه، خب ایشون نقشه چیه؟ اون تبال انتهای قایق هست. ما قرار همه با ایشون چیکار کنیم؟ پاروها رو بزنیم بریم جلو. خب فقط تبال اگه ناجور بزنه چی میشه؟ آره خیلی خوب، خیلی خیلی ناجور میشه. خب خب پس با هم از الان شروع میکنیم، بریم. آبی سبز سبز قرمز سبز، آبی قرمز زرد قرمز، آبی سبز قرمز سبز زرد قرمز، آبی زرد قرمز زرد سبز قرمز، آبی سبز سبز آبی قرمز آبی زرد قرمز سبز آبی
خب دردش رو عضله احساس کردین؟ خب و این عضله با عضله اولیه فرق، قبول دارین عضلش فرق میکنه؟ یه جای دیگه است خب که داره درد میگیره. خب تازه خود الان ما خیلی تبالمون خیلی چی بود؟ مهربون بود و خیلی آروم میزد. خب تونتون بزنه و قراره شما سریع کلش رو بخونید تا پایین بیاد، خیلی ساده، یعنی قشنگ شما فشارش رو احساس میکنید. به خاطر اینکه منابعتون رو چیکار میکنید؟ مصرف میکنید. خب یکی از پیام های مهمی که تو ما باشگاه مغز داریم اینه که ما یک limited resources of mental energy داریم، یک منبع محدودی از انرژی ذهنی داریم. تو این پدیده شما دو تا پردازش همزمان اتفاق میفته. شما میخواین سریع اول اسم رو بخونید، اون سریع میاد، بعد اونو مهار کنید، یه چیز دیگه بذاریم بیاد بالا. خب این مهار کردن یکی تا یکی دیگه بیاد بالا خیلی انرژی میبره. داستان فقط تمرکز روی دونه تمرین نیست، داستان در همه زندگیه. من در همه زندگی چطور روی نقطه‌های خاصی از زندگیم چی میشم؟ متمرکز میشم. و بعد این ماجرا چطور توسعه پیدا میکنه؟ تو یادگیری نقش خیلی کلیدی داره. من الان وارد این بحثا نمیشم، تمرینایی هم داریم اینجا، من الان تمرینام بهش نمیپردازم. یه مدلی ما طراحی کردیم که راجع به این مدل من بیشتر تو جلسات بعدی صحبت خواهم کرد، در این مورد که چطور تک تک اینها کنارم قرار میگیره و من به رفتار من شکل میده. محیطی در اطراف من وجود داره، تو این محیط ممکنه من شیرینی خیلی جذاب ببینم. خب بعد پله بعد اینه که من به اون شیرینی چیکار میکنم؟ توجه. شیرینی رو میبینم. چقدر شیرینی رو میبینم؟ سریع رد میشم یا نه؟ همیشه ما میگیم نگاه اول یه چیزه، ولی نگاه دوم، چون اونم مسئول نگاه اول میگن نیستی. اون نگاه اول که ممکنه ناخودآگاه اتفاق بیفته خیلی وقت در کنترل شما نیست. حالا میشه صحبت کرد که چطور اونم در کنترل میتونه قرار بگیره، ولی گیره اصلی نگاه امان از نگاه دوم و برمیگرده شیرینیه رو چیکار میکنه؟ نگاه میکنه اتنشن. و اونجاست که حافظه میاد. آخ آخ این شیرینیه رو با رفقا میخوردیم، چه مزه این کیک بیبی میداد وقتی با رفقا تو مهمونی فلان جا میخوردیم. و بعد پله بعد سیلینسی پروسه، توش چه چیزی وجود داره؟ به درد من میخوره یا اگه من اینو بخورم 40 سال دیگه چه بلایی سرم میاد؟ خب بهش میگن سیلینسی، که چقدر اهمیت داره. پشبندش اگه من بگم یه چیز خوبیه، حالا ولع ایجاد میشه. من در درون خودم آخ 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 احساس میکنم که دست و پام داره چیه در مقابل این کیک داره میلرزه. خب و این رو تو اینتروسپشن هم احساس میکنم. و بعد پله بعدی کنترل است. آیا من میتونم بگیرم یا نمیتونم جلوشو بگیرم؟ و بعد ریسپانس است که حالا میخورم یا نمیخورم. نکته اصلی که وجود بسیار از ما فکر میکنیم من میبینم و میخورم، یعنی یه انوایرومنت چسبیده به ریسپانس، یعنی این وسط چیه؟ هیچی وجود، در حالی که وسط یه عالمه اتفاقات میفته. فقط من توانه ندارم که این فیلم رو ببینم. تو مغز من همینا چیکار کرده به هم؟ آه من نمیدونم، میبینم این کله پاچه رو میرم میخورم. خب حالا اون وسط چه اتفاقایی داره میفته؟ من اون حد از آگاهی از اون وسط و اینکه ما بتونیم اینو باز کنیم میگیم این وسط یه عالمه اتفاقات داره میفته، بدون که این وسط چه اتفاقاتی داره میفته و چطور اینا میتونی مدیریت کنی. پایه‌های عصبی شناختی خیلی از اینا شناخته شده، چه نتورک‌های درگیر اینا هست. اینا هر کدوم ماجراهای جالبیه که من واردش نمیخوام بشم. مدل‌هاش رو ما معرفی کردیم، جای مختصر راجبش صحبت شده، من الان وارد زیر، یعنی همه اینها اون زیر به پایه‌های مغزی و عصبی متصله، کدوم مدار کدوم شبکه اینا چطور با هم دیگه دارن تعامل میکنن. تا انتها ببینید چه اهمیتی این دومینوها برای ما داره. Everybody knows about playing with dominoes, but what you may not know is that a domino can knock over another domino which is about 1.5 times larger. So what I have here is a chain of dominoes. Each one is 1.5 times larger than the previous one. And the smallest domino is about 5 millimeters high and 1 millimeter thick. And I will carefully place it. And there are 13 dominoes. And the largest domino, it weighs about 100 pounds and is more than a meter tall. Ready?
Boom. That was 13 dominoes. If I had 29 dominoes, the last domino would be as tall as the Empire State Building. گفتش که اینا 13 دومینو بودن. اگه من 29 تا از اینا میچیدم، 29مش اندازه چی میشد؟ امپایر استیت میشد. این مثلا اندازه برج میلاد مثلا. خب؟ و وقتی این 1 میلیمتر میزنید میره اونو میندازه. خب؟ چرا این مهمه؟ به خاطر اینکه این فرایندهای شناختی که من امروز سالش صحبت کردم، اینا یه همچین حالت دومینویی دارن. یعنی وقتی شما جلوی اتنشن رو میخوای بگیری خیلی ساده تره. ولی وقتی به اون ناحیه کنترل میرسه، یعنی هی داره چی میشه؟ و هنر من اینه که اصلا اولین قدم، یعنی یکی از بهترین روش‌های مدیریت تغییر اینه که محیط رو اصلاح کنم. یعنی به آدم میگم خیلی وقت اصلا شما مدیریتی روی عملکرد مغزتون اصلا نداری، ولی شما رو محیط مدیریت دارید. شما میتونید آدم‌هایی که تو محیطتون هستن اونها رو چیکار کنید؟ من میتونم دوستامو انتخاب بکنم. خب و این یک پایه عصبی شناختی داره. مثلا داستان بعضی وقت ماجرای مغز نیست. بعضی وقت من باید چیکار کنم؟ از بیرون شروع بکنم. خب تغییر از چی اتفاق میفته؟ تا از بیرون اتفاق میفته. ما الان داریم تلاش میکنیم، یه مدتی داریم فکر میکنیم خب اگه باشگاه مغز بخوام تو مدارس اجرا کنیم چطور باید باشه؟ معتقدیم باید یک سنجش اتفاق بیفته. قبل سنجش ابزار سنجشی داریم عملکرد رو بسنجه، یه دوره مداخله کنیم، دوباره سنجش بکنیم. خب و الان داریم روش فکر میکنیم که این چه شکلی میتونه باشه. خب مدل هایی رو الان با دوستان داریم فکر میکنیم، هم فکری میکنیم که چطور این ممکنه شکل بگیره. مثلا فرض کنید که فکر کردیم که اگه بخوایم از دبیرستان نیمه اول بهش میگن، درسته؟ دوره اول بهش میگن، از مثلا پایه هفتم بخوایم شروع کنیم و این بخواد 20 جلسه طول بکشه در طول سال با احتساب یه سری سنجش های قبل و بعد و فلان اینها، این مثلا میتونه معماریش باشه. ما راجع به چه آموزش های صحبت کنیم، چه تمریناتی اونجا صحبت بکنیم، چه تمرین های منزلی افراد داشته باشیم برای جلسات یه ساعتی. خب این اساسش بر اساس کتاب باشگاه مغز شماره 1. خب بعد پایه هشتم، این بر اساس باشگاه مغز توجه و تمرکزه. پایه نهم بر اساس باشگاه مغز حافظه است. خب بر اساس اون طراحی شده. و بعد پله پایه دهم، یه جور می‌بینیم پایه 11 هم 12 هم دیگه اگه ما کاری کردیم قبلش کردیم، اون موقع دیگه خیلی بچه ها تو فشار و استرس هم، ما قبلش باید کارامون رو کرده باشیم. این میره کتاب باشگاه مغز مدیریت و کنترل. اینجا رو هم سوار می‌کنیم. حالا الان حتی داریم فکر می‌کنیم که برای یه عده از پایه دهم یا امسال از 4 شروع کنیم اصلا. یعنی اونی که از پایه 7 شروع میشه خب میره چیه؟ 7 و 8 و 9. ولی یه عده اصلا از 4 شروع بکنن. خب بعد حتی مدارس میتونن فکر بکنن. بعض مدارس ممکنه بگن که نه من میخوام فقط اجرا بکنم. خب اصلا سوال اینه که واقعا چه فیدبک، چطور اصلاح باید بشه، چطور باید تکمیل بشه. و بعد اون سمت قضیه بعض مدارس ممکنه بگن ما میخوام مثلا ببینیم واقعا چه اثری میذاره. همیشه به دوستان میگم پله های اولو کوچیک بردارید. خب حتی همین که من ببینم مثلا انجام پذیره و بچه‌ها دارن فیدبک میدن و معلمام یاد بگیرن که این کارو انجام بدن، خود این یه پله بزرگیه. ولی مجموع میگید نه من به طور خاص اصلا میخوام واقعا اثر بخشیم بسنجم. خب اشکالم نداره، یه سال سرمایه گذاری میکنم، به یه گروه میدم به یه گروه نمیدم، بعد سال بعد برای اون بچه‌ای که نگرفتن جبران میکنم، یه مثلا کراس میذارم، اونها مداخله رو سال بعد میگیرن. خب به اولیام میگم، میگم و یه جواب مطمئن در میارم که مثلا واقعا یه فرقی وجود داره یا آیا این کاری که من کردم یه تاثیر رو عملکرد بچه‌ها گذاشته یا نگذاشته. هر قدمی شما در راستای افزایش آگاهی کودکان در مورد توانمندی‌های مغزشون بردارید. و حقیقت اینه که ما تو کتاب‌های دبیرستانی و دبستانی چقدر راجع به مغز صحبت می‌کنیم در کوریکولوم آموزشی که الان ما داریم. یعنی یک کم چیز کنیم، یک کم یعنی راجع به همه چی صحبت می‌کنیم ولی راجع به این قضیه خیلی خیلی کم، در حالی که واقعا اصلا همه آموزش پرورش چیه؟ اصلا همینه. خب همه همینه. هر کدوم از کتاب‌های معماری یه صفحه معماری داره، میگه چه عملکردهایی با چه تمرین‌هایی در چه جلساتی با چه سطح سختی ارائه میشه. باشگاه مغز 1 معماریش توزیعیه، یعنی ما اومدیم پخش کردیم اینها رو در طول جلسات. اگه نگاه بکنید معماری کتاب باشگاه مغز کنترل و مدیریت رو، اسمش 4 نمیذارم، میگم کسی ممکنه از اینجا بخواد شروع بکنه. خب اگه معماری اینو نگاه کنید، معماری این هرمیه.
خب چرا؟ به خاطر اینکه اینجا به نظر ما میاد بعد یک عملکرد آموزش بدیم، بعدی که دیگر رو این سوار کنیم، بعدی که بعدی رو این سوار کنیم. برگردم به اسلاید قبلی، این مدل هرمیه، یعنی ما یه عملکرد میگیم، بعدی که بعدی اضافه میکنیم، بعد بهش اضافه میکنیم، بعد لایه لایه اینو چیکار میکنیم، توسعه میدیم. این مدلیه که تو مجموع استفاده میکنیم. پس یک معماری وجود داره. یک کتاب دیگه است به اسم دفتر برنامه‌ریزی باشگاه مغز، جزئی از اون کوریکولومیه که ما برای باشگاه مدیریت و کنترل، یعنی ماجرای این که چطور اینها در زندگی روزمره بچه‌ها درگیر بشه و جداولی داره. اون دوستانی که علاقمند به این حوزه هستن، من توصیه میکنم و پیشنهاد میکنم که یه سری کورس من تو سایت مکتب خونه گذاشتم. چند تا از دوستان کورس مکتب خونه رو دیدن؟ عالی عالی. یه تعداد قابل توجه از دوستان کورس مکتب خونه رو دیدن. از اون دوره مبانی علوم اعصاب شناختی به نظرم چطور کورساش؟ خب یه کورسیه که از پایه شروع می‌کنه، یه کجای مغز چیکار می‌کنه، این عملکرد چطور به هم ربط داره، خیلی پایه‌ای اینها رو در واقع گفتیم و بعد حالا پله‌های بعدیشون که علاقمند هستن. یه دوره آنلاین می‌خوایم بذاریم، یه تجربه‌ای بکنیم با یه دوره آنلاین، برای اینکه کتاب باشگاه مغز مدیریت و کنترل رو یه دور کامل 16 جلسه سر کلاس انجام بدیم. به شکل وبیناری برگزار خواهیم کرد از موبایلتون، البته بهتر از لپتاپ هست، ولی به موبایل هم قشنگ میتونید وصل شید و تو جلسه شرکت میکنید، همینا رو حل میکنید، با هم بحث میکنیم، راجع به صحبت میکنیم. هرچند که واقعا باور من اینه که از نقطه صفر هم آدم ها میتونن شروع بکنن، یعنی واقعا، یعنی خب طبیعتا هر چقدر بیشتر بدونه بهتره، ولی حتی اگه شروع بکنن اما همین رو بخونن و انجام بدن، خیلی کتابای جوری خیلی سلف هلپ نوشته شده، از روز اول جوری طراحی شده که آدم‌ها خودشون بتونن این کارو انجام بدن و مستقل از آموزش هم بتونن اینا رو انجام بدن. ما چیزی فقط اضافه می‌کنیم، یه جنبندی از کل ماجرا. به نظر میاد آدم‌ها باید باور کنن که توانمندی‌هاشون تحت تأثیر اطلاعاتی و حافظه‌هایی که در طی سال‌ها جمع کردن. بعضی وقت‌ها هنر ما اینه که حافظه‌ها رو چیکار کنیم؟ خوب جمع کنیم. اینو من از خانم مهدوی یاد گرفتم، می‌گفتن که من کوچولوم رو می‌برم، می‌خوام بگین خودتون چی استخ می‌برید، خانه خانومو چی بهش میگین؟ این خاطرات خوردن معمولاً با والدین به خصوص مادر خیلی پررنگ عموماً و این گرفتاری بزرگی در آینده برای بچه‌ها ایجاد میکنه. من گفتم من آگاهانه تلاش میکردم که توی حافظه هایی که تو ذهن دخترم داره شکل میگیره مثلا توی جنبه های دیگه ای باشم. مثلا اینکه وقتی قرار بره استخ مثلا کمکش میکنم که رو آب بخوابه، بعد هم موقع که دراز کشیده مثلا میگم حالا چشمتو باز کن، حالا نفس بکش و هی خودمو بیارم مثلا جلوش. جزئی از اون خاطره مادر میخواد باشه. بله یاد گرفتن ایشون. خب باریکالله باریکالله، دست بزنیم براشون رو دست ها میخوابن. داستان اینه که حتی من حافظه ها رو بسازم. خب یعنی ماجرا حتی اینه که ما چه اطلاعاتی در ذهن بچه‌مون چیکار میکنیم؟ ذخیره میکنیم. ما چه خاطراتی برای کودکمون میسازیم؟ چه حافظه هایی براش ایجاد میکنیم؟ باور این که عملکرد مغز قابل بهبوده، این که من آگاه باشم از عملکرد مغز، همونجوری که عضلات و استخونها رو میشناسم، بدونم تغییر این کارا امکان پذیره ولی زمان میبره و نیاز به پذیرش درده، نیاز توجه کنم که توجه چقدر مهمه، چقدر استرس و عواطف منفی اینا تحت تاثیر عملکرد مغزیه، این که اصلا من از چیا تو زندگیم لذت میبرم، مدیریت و یاد گرفتن لذت بردن از زندگی، آیا من مهارت لذت بردن زندگی دارم یا ندارم، و یاد بگیرم که هیچ چیزی در مغز من لذت، آرامش، حال خوب ایجاد نمیکنه مگر از درون مغزم باشه. اگه من فکر میکنم چای میخورم حالم خوب میشه، اگه فکر میکنم قهوه میخورم حالم خوب میشه، یعنی من باور دارم یه چیزی از بیرون باید حال من خوب بکنه. اونی که نوشابه انرژی زا میخوره و فکر میکنه با نوشابه انرژی بهتر درس میخونه، ماجرا این نیست. دقیقاً استفاده از این جور مواد مثل قرض گرفتن پوله، در شرایطی که بهره پول خیلی بالاست. درسته امشب میگیرم 1000 تومان پول تو جیبمه، ولی فردا باید چیکار کنم؟ 3000 تومان پس بدم. هرچند که میتونم بهتون بگم که واقعا گذاشتن چای و اینها یه چیزیه که این دوستان باید تجربه کنین. یه چیز کوچولو، یه چیزی مثل چای رو شما کنار بذارید، 2-3 ماه آدم نابود میشه. و یاد بگیرم که خیلی وقتها ماجرای مغز فعال بودن، اجرایی جدی تو فشار بودن دائم مغز نیست. یه وقتایی وقتی که هیچ کار نمی‌کنم مغز من بهترین کارا رو می‌کنه. یه سری کتاب ما توی مجموعه داریم اسمش از کتاب‌های مغز من و رنگ‌آمیزی،
یه وقتی با آدم میگیم شما آقا یه ساعت هیچ کار، یه 10 دقیقه رو پیش کار لطفاً، آقای آخانی که شما مدیر فلان جا هستید، آقای ایکس، آقای ایگرگ، در روز دو تا 10 دقیقه هیچ کار نکنید، بشین رسما هیچ کار نکن. خب و ببین چه برکاتی داره هیچ کار نکردن. و این که من بدانم در مغزم چه اتفاقی میفته، و آخرین اسلاید این که من باور کنم که اگر مغزم رو فتح کنم دنیا رو فتح میکنم. اما واقعا به دانش آموزای این شکلی نیاز داریم. یعنی من بچه ما بچه‌های میخوایم که از کودکی یاد گرفته باشن که چطور مغزشون رو فتح کنن، و اگه مغزشون رو فتح کردن میتونن دنیا رو فتح کنن. این پیام اصلی ماجرای باشگاه مغزه. و من حقیقتا چون بخواین احساس کردم که انتقال این پیام به جامعه آموزش پرورش در کشور ما مهمه. خب و امیدوارم که با هم همراه بشیم در طی سالهای آینده. طول میکشه، یعنی همین باشگاه مغز گفتم 6 سال طول کشید تا به نقطه رسیده. استمراره که مهمه، و در طول زمان یواش 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 ساختن داستان. امیدوارم با همین توان محدودی که امروز من داشتم به شما منتقل کرده باشم اون چیزی که تو قلبم میگذره راجب این داستان چیه، و شما رو با خودم همراه کرده باشم و شما رو علاقمند به این داستان کرده باشم. انشالله که این ماجرا رو با هم دنبال کنیم و ادامه بدیم. از همه دوستان که تشکر آوردن به این جلسه خیلی خیلی تشکر میکنم. انشالله برای همدیگه دعا بکنیم که عاقبتمون به خیر باشه. متشکرم. تشکر.